حالا بریم باشگاه خیلی سوال راجع به ایران گرفتم حست وقتی مهاجرت کردی چی بود همه کامنت های من شده راجع به پسر باشگاه نمیدونم چرا امروز همه چیم کریسمسیه لباسم کریسمسیه شلوارم کریسمسیه لیوان هم کریسمسیه How cute is this? خیلی زوده واسه اینکه دلم واسه کریسمس تنگ شد ولی تنگ شده اوکی؟ تنگ شده خوش اومدیم به یک کیونه دیگه از این به بعد همیشه یک شنبه ها کیونه میذارم یک شنبه ها خیلی روز مناسبیه دویه خیلی طولانی دارم کل روز فقط دارم میدوم یا خوابیدم یا میدوم یا خوابیدم همین الان از خواب پا شدم اگه از قیافم معلوم نیست واسه همین اگه امروز سوالتون رو جواب ندادم دون وری میتونین از بعد هر هفته واسم بفرستین یک شنبه ها استوری میذارم دوشنبه ها شما ولاگش رو میبینین تو تکنیکال میشه کیونه دوشنبه شنبه دنبال کار جدیدی جالبه که امروز این سوالو دیدم به خاطر اینکه من یه هویی تصمیم گرفتم که برم توی یه قسمتی که میتونی سرچ کنی واسه کار واسه دانشجوی اوکده یه چندتا کار دیدم که خیلی واسه من مناسب بود منظورم از مناسبه اینه که توی کار یا فیلم بود مثلا کردن و اینا یا توی مماری داخلی بود ولی حالا نمیدونم ببین واقعا تصمیمم اینه که به خودم خیلی سخت نگیرم اوکی الان من دارم هفته 50 ساعت کار میکنم واسه ولاگایی که میبینین همه چیش اینا ادیتش اینا هفته 50 ساعت دارم کار میکنم که فول تایم کاره بعد از اونورم دوست دارم که زندگی کنم خب نمیخوام زیادی به خودم فشار بیارم خیلی دفاع این کارو کردم با خودم بعد داغون شدم و اینکه پلن من این بود که اصلا دلیلی که از دانشگاه اومدم بیرون این بود که استراحت کنم مثل آدم که خستگیم در چون که برن شده بودم و ولی الان دارم یوتیوب خیلی جدی ادامه میدم واسه همین احساس میکنم یه کار دیگه شروع کنم دهنم صاف میشه ببینیم چی میشه فعلا نه اونجوری که فکر کنید دنبال کارم نه نیستم چون به کار احتیاج ندارم راستشو بگم اگر بخوام کاری انجام بدم واسه رزومم میخوام یه ذره خفن تر شه بیا ببینیم چی میشه آه سوالای مهاجرت سوالای مورد علاقتون حست وقتی مهاجرت کردی چی بود کدوم دفعه دفعه اول خب خیلی ترسناک بود اولین باری که مهاجرت میکنی خیلی ترسناکه. من همیشه خب من سنت کمتر باشه خیلی ترسناکتره بزرگتر که میشی ترسش میریزه ولی به هر حال یه کشور تو عوض کنیم کلا ترسناکه ولی مثلا دفعه دوم که منم یعنی کانادا کلمه درستش ریلیفه راحت شدم چرا یه حرکتی برای پسر باشگاه نمیزنی بچه ها همه یه کامنت های من شده راجع به پسر باشگاه guys we cannot do this anymore okay? من این تاپیک رو okay? این آخرین باری که حرف میزنم مگر اینکه یه اتفاقی بین اون بیفته okay? به خاطر اینکه it's first of all it's getting creepy. حالا اینکه چرا من هیچ کاری نمیکنم به خاطر اینکه باشگاه آقا من قراره که مثلا دو سال دیگه همین باشگاه برم بعد اگه به خاطر یه نفر مجبور با اون باشگاه خیلی ناراحت میشم باشگاه ارزونه خیلی وسایلش کامل و خوبه داداشم انقدر من این باشگاه دوستم چون هیچ پسر کریپی نیست هیچ وقت به نگاه بد نمیکنن هیچ وقت بهت حس بد نمیدن میدونی بعد چون که باشگاه دانشگاهه بیشتر بچه ها دانشجو و همسون سال منن تو باشگاه دیگه میدونی همه جوره هست داد خلاصه که نمیخوام باشگاهو خراب کنم بشم ارزشش نداره بشم اونقدرم جدی نیست guys I swear oh my goodness oh also یکی دیگه گفته بود که من پسر باشگاه رو توی ویدیو دیدم do you think I'm stupid که مثلا پسر باشگاه رو بذارم تو ویدیوم anyway in a uh. تئوریاتون رو لطفا بندازین دور and also من دارم با آدم های دیگه میرم دیت so I'm happy guys I'm happy مرسی پسر باشگاه دوران قشنگی داشتیم خیلی دوران قشنگی بود راجع حرف زدیم فکر کن یه روزی مثلا من با این آدم حالا چه دوست بشم مثلا به عنوان دوستم چه مثلا if we go date یه روزی بفهمه که من انقدر راجبش حرف بزنم how weird is that? از خونت راضی یا میخوای عوضش کنی و اگه میخوای عوضش کنی کی و چرا ببین قیمتش نسبت به شرایط که الان تورنتو داون تاون هست خوبه پایین نیست ولی قیمتش در حدیه که من میتونم افوردش کنم و واسه چیزی که هست خوبه جایی که هستم از چیزی که ناراحتم دو تا چیزه نه سه تا چیزه صدا جام کوچیکه و سوسک که okay. این این ستا مهمه ولی اونقدر ارزش واسم نداره که بخوام جمعه الان عوض کنم بخ... خیلی هم فکرم من هر روز توی وبسایت کاندو.ca هم که میتونی بری خونه ها رو ببینی کاشکی میتونستم سختم میشه یعنی اگه بخوام برم یکی اینکه باید از اینجا ارزون پیدا نمیشه خب با تمام چیزهایی که من اینجا دارم از اینجا ارزون نمیتونم همین سایز همین شکل پیدا کنم هیچ جا مگه اینکه خارج از شهر برم یا خارج از داون برم که من نمیتونم اگه هم بتونم مثلا یه جای بزرگتر میخوام دیگه میخوام یه خوابه بگیرم گرونه خیلی گرونه خیلی سختم میشه یعنی زندگیم سخت میشه اگه نمیدونستی من بودجه ندارم یعنی من میرم بیرون زندگی میکنم اوکی اینجوری نیست که حالا برم یه پرش بخرم ولی مثلا میگم میرم بیرون میخوام غذا بگیرم هیچ وقت نگاه نمیکنم که هی سارا ببین که بودجهت الان 40 دلاره شد 39 دلار حواست باشه زندگی قشنگی دارم منظورم اینه که راحت دارم زندگی میکنم شاید لاکچری نباشه ولی راحت دارم زندگی میکنم و اگه بخوام خونم رو عوض کنم به معنای که نمیتونم دیگه راحت زندگی کنم یعنی هم با ساعت کاریمو خیلی ببرم بالا همین که باعث میشه که دیگه اونقدر نتونم برم بیرون بعد میدونی همه اینا هست دیگه بعد از دوستام دور میشم بعد همه رو با هم اینجوری کردم دیدم سارا یه ذره فکر کن ادالتینگ on 23 سالته داره میشه 24 بهتر نیست الان پولاتو سیو کنی همین که امنیته پول امنیته عجله ای هم ندارم میدونی اینجوری بودم که الانم که تازه دانشگاه نمیرم اینجوریم که فعلا که اینجا اگه بخوام برم دانشگاه سال دیگه اینجا نزدیکش هم. میدونی وگرنه خیلی دور میشم هر جای دیگه بخوام برم اون وقت اگه بخوای خونه تو عوض کنی حالا ما ماشینم بخری بخوای یه دور میشی از همه چی Doesn't make sense. بذا با سوسکا زندگی کنیم چرا اسم لونا رو لونا گذاشتی این یه ذره uh, it's embarrassing و خجالت آوره <laughs> نمیدونم سریال جین دو رو دی ورجن رو دیدین یا نه تو یه قسمتش جین شخصیت اصلی بعد از یه دونه دختر مواظبت میکرد که تازه به دنیا اومده بود بیبی سیتر بود خب بعد گفتش که it's لونا هر نیم بعد اینجوری بود که منم میخوام اسم بعد باردار بود جین بعد اینجوری بود که منم میخوام اسم بچه‌ام بذارم لونا بعد همون لحظه که منو دیدم اینجوری من هم منم میخوام اسم بچه‌ام بذارم لونا بعد از یه مدت که گذشت من که به نتیجه رسیدم که من بچه نمیخوام اینجوری بودم که بعد یه گربه بگیرم اسمشو بذارم لونا اون میشه بچه بعد بچه اولم بود و به لونا واقعا لونا میخوره الان اصلا نمیتونم فکر کنم لونا اسمش چیز دیگه ای باشه لونا لونا رمی رمی از رات توی میاد که اون موش سراش باز و خیلی به رمی رمی میاد تا حالا داشتی فکر کنم قبلا یه ویدیو گذاشته بودم ولی اگه بخوام خلاصه بگم کافئین تورا کار کردم سرور بودم مثلا مشروب اینا میدادی تور گاید بودم پت سیتر بودم مربی خصوصی بودم مربی گروهی مثلا کلاس داشتم و آنلاین هم تدریس میکردم فکر کنم همین و یوتیوبم انجام میدم <تصفيق> <تصفيق> به نظر عادیه که زندگی نرمال و خیلی معمولی بخوایم داشته باشیم و مثل بقیه زندگی پول داریم <applause> yeah. اصلا نمیدونم از کجا شروع شد که هممون آبسس شدیم با اینکه خیلی موفق باشیم و اگه اون حد موفقیتی که تو ذهن خودمون نرسیم مثلا دنیا به آخر میرسه من تازگی ها به این رسیدم جدی میگم و از ته قلب خوشحالم میکنه به خاطر اینکه من الان این زندگی که دارم توی این خونه سوسکی البته <applause> 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 <تصفي همه مخونه بدی نیست let's, let's, be honest it's not bad it's not bad it's not مثلا <متصفح> خیلی بزرگ نیست اینا. but it's so cute میدونی I mean, خونه منه حس خونه میده مثلا زندگی ما میچرخونم میدونی میتونم برم غذا بخرم و این چیزا رو که دارم الان من احساس میکنم موفق ترین آدمم نه به خاطر اینکه خیلی خفن پول در میارم یا کارهای خفن میکنم زندگی ما میگذرونم و شما مثلا زندگی منو رو همینجور روز به روزم کار خاصی نمیکنم ولی از ته قلبم خوشحالم میکنه و اینجوری هم که من اگه همینجوری زندگی کنم خوشحالم این تازه پیش اومده ها این تازه اینجوری شدم که واقعا خوشحالم و از اونجایی بود که نظر بقیه گذاشتم کنار اون هم اشکال نداره اگه میخوای خیلی موفق باشی اشکال نداره like do you زندگی تو اونجوری که دوست داری ادامه بده ولی مطمئن شو زندگیه که تو میخوای نه زندگی که فکر میکنی میخوای چه چیزی از هفته پنج روز سخت یاد گرفتی چه این دفعه چه دفعه قبلی بعضی روزا خیلی بده <laughs> بعضی روزها خیلی بده اینجوری نیست که اینجی شروع میکنیم از پایین بعد آروم آروم میایم بالا همینجوری به موفقیت میرسیم میدونم همه اینو میدونن ولی نمیدونی چقدر بالا پایین داره مثلا یه روز خیلی بده یه روز خیلی خوبه بعد چند روز خوبه بعد دوباره بد میشه ولی رفتاری که میکنی با اون روز بد و روز خوب هر دوش باید یکی باشه نمیدونی چقدر سخته وقتی حالت بده مثلا چه میدونم یه اتفاق بد افتاده بعد حالا اینجوری که حالا بریم باشگاه یا من که مثلا بعد ولاگ بذارم میدونی دوست دارم یه وایب خوبی بهت نشون بیام باتون حرف بزنم ولی یه اتفاق بیفته اینجوری که من نمیخوام الان دوربین دستم باشه نمیخوام الان اصلا با کسی حرف بزنم ولی اینجوری که اوکی من به خودم گفتم این کار رو انجام میدم باید ادامه بدی و از همه بهتر اینه که هر روز صبح پا میشی میدونی دقیقا اون روز باید چیکار کنی یه روتین خیلی منظمی بهت میده و یه ذره با اینکه هفتاد پنج روز سخت سخته یه ذره هم زندگی تو آسون میکنه از اون نظر که اینجوری نیستی که حالا من دارم با زندگیم چیکار نه میدونی که هدفت اینه واسه هفتاد و روز بعد از اون میتونی فکر کنی که existential crisis داشته باشی که او مای گاد دارم با زندگیم چیکار میکنم واسه این 75 روز یو اوکی کار زیاد داری چرا یه سر بر نمیگردی ایران خیلی سوال راجع به ایران گرفتم آی احساس میکنم به خاطر اینکه خیلی وقت راجع بهش حرف نزدم ولی من ایران بر نمیگردم okay. من ایران هیچی ندارم هیچی به جز یکی از دوستام دوستای صمیمیم ایرانه That's it. من هیچ چیز ایران ندارم، هیچ وابستگی به ایران ندارم و هیچ دلیل نداره که خودم تو اون شرایط قرار بدم دوباره. جایی نیست که خوشحالم میکنه. امیدوارم بتونم یه روز برگردم ولی با شرایطی که واسه هممون به وجود آورده، هیچ علاقی ندارم. من زندگیمو خیلی دوست دارم. خونه من تورنتو. Have you had a terrible friendship breakup? Tell me about it. Oh my god. یادمه که توی مثلا این دقیقا چیزی که یادم میفته سال اول دانشگاه توی لندن که بودم یه دوست داشتم دوست سمیمی. مثلا ما دوستا خیلی خوبی بودیم اوکی دوستای صمیمی یعنی هر روز با هم بودیم همه کار با هم میکردیم بعد یهو سرد شد من دوستای دیگه هم داشتم خب دوستا همینجوری داشتم ولی مثلا یه چند تا بعد دوستای نزدیک هم نبودن یادم هی تکسامو دیر جواب میداد از این آدما بود که بعد نازشو میکشیدی باهات حرف میزد مخصوصا رو تکس مثلا حضوری میدیدی اوکی okay بودا ولی در حدی بود که اصلا تکساتو جواب نمیداد مثلا یه هفته جواب نمیداد اینجوری که داش what, what's going on مثلا چی شده بعد از یه مدت اینجوری بود که خب من چیزی نشده من سم شلوغ اینا و دیگه ای قاطی کردم منم سعی می کنم کانفرانت نکنم کسی و تا وقتی که میشه یعنی که نام بهت بگم که چی شده بیا راجبش حرف بزنیم به خاطر اینکه اونجوری وقتی این کارو میکنی جدی میشه دیگه بعد کلی مثلا بحثم شد باش بعد بهش برخورد که مثلا کانفرانتش کنم این چی واز لایک دلیلی که هیچکی نیست دور برات واسه اینه که تو آدم خیلی بدی هستی اولا که من اونو باور ندارم که من آدم بدی هستم ولی احساس میکنم فقط میخواست دیدی آدما مثلا میخوان یه جوری دلتو کنن وقتی ناراحتن و بعدش ازم هم کرده مثلا حرفی که زد که مثلا من دورم ندارم و اون سال توی لندن اگه نمیدونی مثلا داستان مهاجرت منو من مثلا سال خیلی تنهایی داشتم اون سال خیلی دوستای زیادی پیدا نکردم ببین تو دورانهای متفاوت زندگیمون آدما مثلا میانو میرن و اون سال واسه سال خیلی سختی بود ولی اینکه یکی برگره به همچین حرفی بزنه به خاطر اینکه میدونه که مثلا دست بذاره رو اون پری موو هیچ وقت آدما رو حتی مثلا اگه ازشون عصبی نباید له کنی به هیچ بچ منم میتونستم خیلی حرفا بزنم ولی هیچ وقت نزدم به خاطر اینکه به نظرم خیلی اشتباهه و بعد از اون مثلا دوستیمون خیلی اوکی بود ولی نزدیک نبودیم دیگه that was the worst بعد از اونم بعد از یه مدت هم که من از لندن رفتم و بعد از یکی دو سال بعدش هم که از لندن رفتم ارتباطمون قطع شد سفره هفسین نمیچینی آ دلم میخواست خب دلم میخواست سفره هفسین بچینم ولی به چند تا چیز فکر کنی من الان فکر سفره هفسین بچینم اولا که فقط من. سبز سبزه نمیتونم بذارم چون سبزه رو اگه چند سال پیش نیدین که من سبز کردم لونا همه رو خورد خرابش کرد دو روزه نمیتونی بذاری سبزه رو بیرون و هر چیزی هم دیگه هم بگیرم مثلا سرکه سیرینا همش رو با پلاستیک بچینم به خاطر اینکه این دوتا ببین یه چیز جدید میاد تو این خونه این دوتا باید گازگازی کنن نمیذارم بمونه جایی هم ندارم که ماشاءالله تو این خونه اینا نتونن برن بالای یخچال همه جا میرن بعد از اونورم کاری نمیکنم یعنی من ساعت اینجا 8 ساعت 11 شب گایز من یازده شب خوابم I'm sleeping ساعت هشت شب ایران اونجا ساعت چنده سارا همیشه ساعت هشت شب ولاگ میذاره توی پاییز و زمستون میشه ساعت 11 و نیم صبح من توی الان بهار و تابستون میشه ساعت دوازده من همیشه واسه همین من از ساعت پنج و پنج و نیمه صبح شروع میکنم ادیت کردن تا ساعت دوازده و نیم ظهر اونی که باهاش رفتی دیت ایرانی بود یا کانادایی بچا من نمیدونم اینو میدونستین یا نه ولی من فقط با دو نفر ایرانی تو رابطه بودم به خاطر اینکه من از سن 14 سالگی ای از ایران رفتم به خاطر دیدمون احساس میکنم و کلا نمیدونم شانسم شانسی بوده و یه ذرم خودم خواستم من هیچ وقت با کسایی که توی رابطه بودم باهاشون ایرانی نبودن like just out of luck مثلا دو نفر قبلی که باهاشون بودم ایرانی بودن هیچکدوم از کسایی که کلا این چند وقت راجبش حرف زدم ایرانی نبودن also فکر کن how weird بخوام با راجب یارو حرف بزنم اینجا رو یوتیوب بعد ایرانی باشه do you think I'm stupid anyway guys مرسی که در اینجا با هم بودین تا کیونه بعدی bye